با سلام و درود فراوان خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون بسیار خوب باشه. خب خیلی از من درخواست کرده بودید که قضیه آقای دیدی رو تعریف بکنم، چه اتفاقی افتاده. بریم با هم خبر داغ آقای در زمان ما پافدادی و الان هم که دیدی کومز رو ببینیم. خالی از لطف نیست. Disturbing new allegations involving Sean Diddy. Disturbing new allegations involving Sean Diddy Combs. Allegations یعنی اتهامات. اتهامات جدیدی اومده بر علیه آقای دیدی کومز، یکی از خواننده ها و تهیه کننده های موسیقی معروف در امریکا. Surfaced, a Texas lawyer says he's representing 120 accusers. A Texas lawyer, یک وکیل تگزاسی, saying that he is representing, یعنی ایشون داره در واقع نمایندگی میکنه, 120 accusers, 120 در واقع اتهام کننده رو یا شاکی رو. در واقع 120 نفر اومدن و اعلام کردن که در واقع مورد آزار جنسی قرار گرفتن توسط آقای شان کومز, ملقب به دیدی یا همون پافدادی زمان ما, دهه 90. Have come forward with sexual misconduct allegations. Misconduct لغتیه که شما وقتی در خارج از کشور زندگی میکنید خیلی میشنوید. رفتار میشه در واقع conduct داشتن. Misconduct میشه سوء رفتار. وقتی رفتاری که شما دارید مناسب نیست به اون ما میگیم misconduct. As the hip hop mogul, he described the victims as 60 males and 60 females and that He described them as 60 male and 60 females. یعنی دقیقاً 60 نفر مرد و 60 نفر زن اومدن که در واقع گفتن که مورد آزار جنسی قرار گرفتن توسط آقای دیدی, رپر معروف امریکایی. Five were minors at the time of the alleged offenses. And some of them were minors at the time of the allegations. یعنی در واقع در زمانی که این اتهام رو اینها صورت گرفته, they were minors. Minors are people who are under 18 years old. افراد زیر 18 سال رو ما بهشون میگیم minors. He's currently behind bars in New York awaiting trial. He's currently waiting for trial and in bars in New York. He's behind bars in New York. یعنی در واقع در حال حاضر ایشون الان در واقع زندان هست و منتظر trial, دادگاه هستش. خوب دقت کنید که ما وقتی میگیم court منظور فیزیکی دادگاه هست, ولی اون مفهوم دادگاه در زبان انگلیسی میشه trial. در همین چه وقتی میخواید بگید مثلا فردی, مثلا من فردا دادگاه دارم, میگید tomorrow I have a trial. در واقع trial اینجا به معنای دادگاه است. Federal sex trafficking charges. On federal, در واقع ایشون دادگاه فدرال ایشون رو متهم کرده on sex trafficking charges. وقتی میگیم ترافیک به معنای مثلا ترافیک نیست, به معنای عبور و مروره. برای همین وقتی شما میگید sex trafficking یعنی در واقع جابجایی افراد به خاطر مقاصد جنسی. به این ما میگیم یک جرم هم هست در همه جای دنیا به عنوان sex trafficking. Colin joins us live, and he said, "What are the updates here today, Nicole? Ever since Combs was indicted, more and more." Ever since Combs was indicted, این واژه رو حتما بنویسید. Indicted که البته با سی نوشته میشه ولی سیش خونده نمیشه. یعنی وقتیه که شما فردی رو مورد اتهام قرار میدید و پیگرد قانونی میشه. اون رو ما میگیم indicted. Indicted در واقع اینجا به معنای اینه که مورد اتهام قرار گرفت. Now we're seeing accusations tied to Jay-Z as well. We see accusations tied to Jay-Z as well. میبینیم که این اتهامات که البته اتهامات لایه‌های مختلف داره, accusation, allegation و indictment, در واقع این اتهامات حالا در حد لفظی نه در حد مستند بر علیه آقای جیزی هم هست. آقای جیزی رو من شما رو ارجاع میدم به در واقع ایشون همسر خانم بیانسه که بسیار اینا 25 سال تمام موسیقی امریکا در زمین‌های مختلف تولید موسیقی و اینها در دست این عزیزان بوده و در واقع به نظر میرسه که بی دلیل نیست که ایشون تا الان سکوت کرده. به دلیلش اینه که در واقع به نظر میرسه که ایشون هم به نوعی مورد اتهام هست. Hasn't made any comment. یعنی از اون موقع تا حالا هیچ کامنت, هیچ نظری نداد. Some of the details in the story are disturbing. بعضی از جزئیات این پرونده بسیار میتونه ناراحت کننده باشه. برای همین viewers discretion is advised. بهتره که در واقع خیلی دقت بکنید. از اینجا به بعد ممکنه بعضی صحنه ها یا بعضی از گفته ها به هر حال برای بعضی افراد مناسب نباشه. برای همین قبل از نگاه کردن بقیه این قسمت اگر بالای 18 سال نیستید خب ادامه ندید.
I think people are going to be shocked when these cases start to be filed. I think people are going to be shocked when these cases come out. به نظر من وقتی این پرونده بیاد بیرون مردم شوکه خواهند شد. More than 3,000 individuals. بالای 3,000 نفر تماس گرفتن با این وکیل تگزاسی ما. And they alleged they were victimized by Combs. یعنی در واقع گفته بودند که اینا مورد آزارسیت آقای شان کومز یا همون دیدی کوم قرار گرفتن، این رپر معروف امریکایی. And he has decided to represent 120 of them. ایشون تصمیم گرفته که 120 تاشون رو در واقع نمایندگیشون رو بگیره در دادگاه و پروندهشون رو ببره توی دادگاه. One individual alleges he was 9 years old. در واقع این اتهام رو میزنه که وقتی 9 سالش بوده مورد آزار و اذیت جنسی آقای کومز قرار گرفت. This individual این فرد was sexually abused. یعنی در واقع از نظر جنسی مورد آزار و اذیت قرار گرفت. Allegedly by Sean Combs. خیلی دقت میکنید این واژه allege چقدر برمیگرده. به هر حال ببینید در زبان انگلیسی وقتی شما میگید leg میشه پا. حالا با همین leg شما وقتی صفتش میکنید legal میشه قانونی. قانونی یعنی چیزی که پای قانون روشه. برای همین ما بهش میگیم legal. و بعد شما میگید legalization، قانونی کردن، illegal، غیر قانونی. و همه واژه ها رو ما از leg یا همون legal داریم. Several other people at the studio. یعنی در خود استودیو این افراد رو مورد آزار و اذیت قرار دادن. In the promise to both his parents و این قول رو میدادن به همون بچه هم به پدر مادرش to him himself of getting a record deal to get a record deal که در واقع بتونن واسه شون یه دونه در واقع تفاهم انتشار موسیقی واسه شون جور کنن واسه اینکه در واقع کارشون رو راه بندازن این افراد رو توی این دام ها قرار They claimed many of the victims had drugs in their systems. And many of them claimed they had drugs in their system. یعنی خیلی‌هاشون هم می‌گفتن در زمانی که حالا تو مهمونی‌هایشون تشریف می‌بردند، در واقع مواد مخدرهای مختلفی رو توی نوشیدنی‌هاشون می‌ریختند. They have only filed not only against Mr. Combs, و شکایت‌ها نه فقط بر علیه آقای کومز هست. Venues and other entities that we believe were involved. And there were other entities who were also involved. بلکه در واقع ارگان‌ها و افراد دیگه هستند که اونها هم مورد اتهام. From 1999 to this year. از 1999 که من کامل یادمه در واقع ایشون تازه معروف شده بود. نکته جالب هم اینجاست که در واقع یک فردی بود، حالا افرادی که موسیقی رپ رو دنبال میکنند آقای نوتوریس B.I.G رو خوب میشناسن، یکی از اولین امضا کننده های قرارداد میوزیک دیال و انتشار موسیقی آقای دیدی یا اون موقع معروف بود به پاف دادی، اسمش هم که شان کومز هست، اولین قرارداداش با آقای نوتوریس B.I.G بود و به طور عجیبی آقای نوتوریس B.I.G کشته میشه، تیر میخوره و بعد ایشونی آهنگی رو میده بیرون I'll be missing you که خودش یه کاور ورژن بوده، یعنی یه کپی بوده اون آهنگ، داستانش حالا خیلی طولانیه و ما اون موقع ایشون رو به عنوان یه فردی میشناختیم که به قول معروف در صنعت موسیقی وارد شده، ولی خب آنچنان هم استعدادی نداره، بیشتر ارتباط و ضوابطش قویه. و حالا بعد از 24 سال دیدن این تصاویر و دستگیریشون خالی از لطف نیست. خیلی عجیب و جالب بوده که بعد از 25 سال این داستان‌ها تازه رو شده. خوب دقت کنید. The individuals were being given drinks. یعنی به این افراد می اومدن توی استودیو بهشون نوشیدنی میداده. That were laced. یعنی آلوده شده بوده اون نوشیدنی ها. This is said to have happened at most parties. اکثر مهمونی ها این اتفاق می افتاده. In California and Florida. هم در ایالت کالیفرنیا هم در فلوریدا. The allegations. Of course he denies the allegations. البته ایشون در واقع انکار میکنه این در واقع اتهامات رو. باز خوب دقت کنید. Accusation, allegation, indictment. اینها در واقع لول های مختلف اتهامات هست در زبان انگلیسی.
executives, producers. Combs is one of the best known music executives. آقای کومز یکی از معروف ترین مدیران اجرای موسیقی در آمریکا بوده. اکثر این در واقع استودیوها و ریکورد لیبر ها قراردادهای بزرگ و خفن موسیقی رو ایشون در واقع با خواننده‌های جوان می‌بسته و همین در واقع یک راهی بوده برای ایشون که بتونه این خواننده‌های جوان رو در دام‌های مختلف بر حال جنسی بندازه و این خودش در نوع خودش وحشتناکه که 60 تا مرد و 60 تا زن اومدن از ایشون شکایت کردن بابت این تجاوزهای جنسی. Having won three Grammys, تازه ایشون خودش برنده 3 تا جایزه گرمی موسیقی آمریکاست. He was also known for his elaborate parties. ایشون تازه معروفه به مهمونیاش که فکر کنم در جریان هستیم بهشون میگفتن وایت پارتی، همه باید سفید میپوشیدن توی مهمونی ها. And you could even count, you couldn't even count how many celebrities were at his events. اصلا نمیتونید بشمورید که چه هنرپیشه هایی، چه افراد کله‌گنده‌ای تو مهمونی هایشون بودن. همون مهمونی هایی که بعد ساعت 1 صبح تازه وارد مسائل پیچیده‌ای میشده و اتفاقایی میافتاده که اگر در آمریکا کانادا فردی در حضور هم داشته باشه در اون مهمونی ها به عنوان کامپلیس و به عنوان کسی که کامپلیسنت بوده و همراهی میکرده خودش یه جور. You have the parties of the hottest tickets around. این مهمونی های تو رفتن بهش اون داغترین بلیط هاست، درسته؟ We're going to keep on having fun. ما همینجوری به مهمونیامون ادامه میدیم. آقا هستن فکر کنم سال 99 این مصاحبهش. They're going to be probably trying to shut me down. خیلی دارن سعی میکنن که مهمونیای منو کنسل کنن ولی نه، ما پرقدرت مهمونیامون ادامه میدیم. Crazy day just cuz we want to have a good time. Just because we want to have a good time. میخوام بهمون خوش بگذره. 54 آقای 54 ساله الان توی زندان افتاده. In the detention center in Brooklyn. ایشون در زندان محله بروکلین نیویورک الان دستگیر شد. Guilty to federal charges that he used his power and prestige to induce female victims and to drop. It's interesting that he has used his power and prestige. ایشون از قدرت و پرستیژش استفاده کرده که خواننده های جوان رو بتونه اخفال بکنه تو این مسیر. Sexual performances with male sex workers and to perform sexual حالا من عذرخواهی میکنم کارهای جنسی انجام بده با در واقع افرادی که اونجا بودن، یعنی در واقع کارهای گروهی ایشون میخواست افراد انجام بدن و از اونها فیلم میگرفت و اسمش هم میذاشته فریک آفز. خوب دقت کنید بچه ها، وقتی شما میگید فریک یعنی آدمی که مثلا دیوونه است، کارهای مشنگ انجام میده، میگن فریک. حالا اینجا حرف اضافه آف در واقع یک نوع اسمش میکنه، وی گونا هاف فریک آفز، یعنی میخوایم یک دیوونه بازی در بیاریم. این در واقع فریک آفز اینجا اصطلاح برای دیوونه بازی در آوردن. We will name names other than Sean Combs. ما اسم هایی رو خواهیم آورد که فقط آقای شان کومز جزوشون نیست. It's a long list already. یک لیست بلند پایه‌ایه از افراد خیلی کله گنده. خیلی اخبار رو دنبال بکنید در هفته‌های آتی، پرونده که باز بشه و افراد مهم اسمشون بیاد بیرون، فکر کنم خیلی ها مورد در واقع عنایت این پرونده قرار بگیرن. آن پیرس مورگن در برنامه پیرس مورگن که چند وقت پیش ترجمه کردیم برنامه رو براتون توی کانال یوتیوب هست، اونجا فردی که در واقع به عنوان یک کانسپیرسی تیوریست میشناسنش، به عنوان کسی که خیلی تئوری توطئه رو دنبال میکنه، البته ایشون خودش هم خواننده بوده ولی خب به هر حال ایشون کسی بوده که شان کومز خیلی باش حال نمیکرد و حالا اومده در موردش صحبت میکنه. اون توصیف میکنه دیدی و جیزی از مونسترز، میگه دیدی و جیزی دوتا هیولا هستن توی کارشون. میگه آقای جفری اپستین، آقای آرکلی که چند وقت پیش اومده بود که با دختران زیر 18 سال رابطه داشته، تمام اینها و آقای شان کومز have one person in common، یه نفر مشترک بین اینا هست و اون کیه؟
professionally and privately. هم از نظر حرفه‌ای و هم از نظر شخصی این افرادی که الان تو این سالها اسمشون اومده، آقای واینستین که در واقع کارگردان تهیه کننده بود که معلوم شد رابطه با خانم‌ها داشته، بعدش رابطه‌های غیر متعارف، و بعدش آقای جفری اپستین که گفتن یه جزیره داره و اونجا افراد سیاستمدار رفتن رابطه برقرار کردن و بعد به طور مرموز و عجیبی خودکشی کرد توی زندان و کشته شد، و الان آقای آرکلی خواننده‌ای که در واقع با خانم سلیندیان ترانه معروف رو اجرا کرد، خیلی هم معروف، سیاه‌پوست قد بلنده، ایشون هم چند وقت پیش گرفتن، و حالا آقای شان کومز میگه این چهار نفر با یک نفر ارتباط مستقیم کاری و شخصی داشتن و اون یک نفر کسی نیست جز شان کارتر. شان کارتر همون جیزی هست. جیزی اسم استیج نیمشه، اسم اصلیش شان کارتره. جالبه که آقای جیزی و آقای دیدی هر دوشون اسم کوچیکشون شانه، که هر دو تصمیم گرفتن در واقع اسم متعارف انتخاب کنن. It's interesting to know what role could have Jay-Z played in all these accusations. خیلی عجیبه که آقای جیزی میتونسته چه نقشی بازی بکنه و ایفا بکنه در تمام این اتهاماتی که صورت گرفت. And it doesn't help that the successful rapper has been silent. و خیلی هم بهش کمک نمیکنه. این ساختار رو حتما بنویسید. It doesn't help یعنی کمک نمیکنه، یعنی که اصلا اینم خیلی عجیبه که، یعنی خیلی عجیبه که ایشون تا الان سکوت کرده. To Diddy's allegations به اتهاماتی که دیدی زده، به اتهاماتی که به دیدی خورده، ایشون چرا سکوت کرده؟ ایشون اینا که ماشاءالله همیشه حرفی واسه گفتن دارن، هر وقت اتفاقی میفته سری میان و توی حالا جنبش میتو و اینها خیلی سری وارد میدون میشدن، چرا الان سکوت کردن؟ Since the indictment, a number of celebrities have spoken out. از زمانی که این اتهامات صورت گرفته، یک سری از هنرپیشه‌ها و هنرمندان اومدن و اعلام موضع کردن. Comedian describing what he saw at Combs's alleged lingerie sex party. و اومدن گفتن که در مهمونی‌هایی که آقای شامپس کم برگزار می‌کرده، بخوام می‌کنم مهمونی‌های خیلی قشنگی هم نبوده، چه اتفاقاتی تو این مهمونی‌ها می‌افتاد. Have sex happen and that's the first time I saw that happen ever. I saw it happen. من دیدم تو مهمونی که حالا بخوام می‌کنم اون اتفاق گروهی افتاد. And did I partake? No. Did I partake? من خودم شرکت کردم در این کار گروهی؟ خیر. An encounter with Denzel Washington. حتی آقای دنزل واشنگتن توی یکی از مهمونی‌ها بوده، اما توی سال 2003 The source in the story، اون فردی که رابطه این داستان هست، گفته که stormed out allegedly after seeing something. ایشون وقتی یه چیزی رو تو مهمونی دید، وحشتناک از اون مهمونی storm میشه طوفان. ولی وقتی میگید stormed out، یعنی با عجله و بسیار شتاب زده اومد رفت بیرون. The attorney says the accusers are from 25 states. از 25 ایالت مختلف هستند. It's to be filed within the next month. So... And it's going to be filed within the next month. در واقع پرونده‌شون تا ماه بعد جریان پیدا می‌کنه. We're going to see how these developments unfold. ببینیم که این پرونده چجوری باز خواهد شد. خب، از اینکه با ما همراه بودید در این ترجمه همزمان از شما بسیار ممنونم. تا دیدار دیگر، شما به خدای منان می سپارم. برنامه ها رو دنبال بفرمایید. اخباری رو که می بینید براتون جذاب هست و می خواهید در موردش بیشتر بدونید رو حتما توی دایرکت ارسال بکنید که در ترجمه هاش بتونیم در خدمت باشیم. تا دیدار دیگر، شما رو به خدای منان می سپارم. خدا نگهدار.